Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس تماماً به گرد همایی و معرفی کتاب‌های اخیر محمد جلالی میم سحر اختصاص دارد. گزیده از تنوع گفتار و محتوا را در این برنامه ببینید، وگرنه کامل این گرد همایی در سایت تلویزیون ایران فردا در بخش از هر دری سخنی در دسترس علاقمندان است. سلام و خیر مقدم خدمت همه دوستان عزیز. خوشبختانه همه چهره ها آشناست و نیازی نیست که من خودم معرفی کنم به دوستان عزیز خودم. ابتدا با تشکر از گردانندگان انجمن ایرانیان مقیم والدمر صدام بلندتر میکنم که زحمت کشیدن و این موقعیت رو فراهم کردن که این 4-5 تا جزوه رو اینجا خدمت شما معرفی، مثل که صدا نمیرسه. خب در اینجا مسئله اصلی معرفی همین چند تا کتاب بود. میدونید که انتشار کتاب در خارج از کشور کار ساده ای نیست، به خصوص وقتی که همه مراحل رو گذروندید و ناشر پیدا کردید و توانستید به اصطلاح کتاب رو به چاپ برسونید، تازه اول بدبختی شروع میشه و اونم چیزی نیست جز مسئله پخش و توزیع و رسوندن کتاب به خواننده. خود من بر اساس تجربه شخصیم بدترین و مشکلترین و مسئله سازترین مرحله چاپ کتاب رو برای مؤلفان به ویژه در حوزه ادبیات و هنر در همین مرحله پخش و توزیع میدونم، که البته قصد ندارم درباره اون صحبت کنم و میدونم که داغ دل بسیاری از دوستانی که احتمالاً اینجا هستن رو تازه خواهم کرد. اما رابطه خودم با چاپ کتاب شاید گفتنش بر شما جالب باشه. قبلا هم گفتم یا نوشتم و بسیاری از دوستان من شاهدن و میدونن که بنده، یعنی همین محمد جلالی چیمه ملقب به میم سحر به قول استاد آشوری، در ایران پس از دوره 4 ساله لیسانس در ادبیات نمایشی تئاتر که در خارج به عنوان متریز حساب میشد و میشد مستقیم رفت برای دو آ و بعد دکترا، به خارج اومدم به پاریس در سال، یک سال قبل از اون انقلاب، گفتن سیاسی حرف نزنید، وقت ناچارم نحس و یه خورده با ترس و لرز بگم. بنابراین بله، انقلاب 1357 اومدم به پاریس بدون هیچ نامی در زمینه شعر و ادبیات. دانشجو تئاتر بودم و تو چمدونم به جز تعدادی کتاب ادبی چیز دیگه ای نبود، نامی به عنوان شاعری با خودم نیوردم. در همین پاریس هم نرفتم مستقیم از اصطلاح فوق لیسانسم استفاده بکنم و بعد برم دکترای تئاتر، با دیپلم طبیعی رفتم به دانشگاه نانتر که مشهور بود، از بهترین دانشکده های مربوط به امور جامعه شناسی و علوم انسانی هست. با دیپلم طبیعی رفتیم ثبت نام کردیم، ولی از اونجایی که به اصطلاح چی میگن جنرال زاده یا وزیر زاده نبودیم و مدارس به اصطلاح چی میگن مدارس بیلانگ رو از سر نگذرونده بودیم، فرانسه درست حسابی نمیدونستیم و این کار خیلی ریسک بزرگی بود که شما با دیپلم طبیعی بدون دانستن فرانسه برید به نانتر که بزرگترین مشهورترین حداقل سوسیولوگ ها و جامعه شناس های اون دوره که اسم و رسمی داشتن در اونجا تدریس میکنن. در هر حال سایدی و اینها تازه اومده بودن و قرار بود نشریه الفبا رو راه بندازن. نشریه الفبا در ونسن در نزد آقای پوروالی چاپ میشد که اون موقع چاپونه کوچکی رو
با یاری آقای احمد رائد راه انداخته بود برای نشریه خودش روزگار نو و چند شماره هم درآورده بود. ساعدی این کتابو حزب توده رو که دید پسند خیلی خوشش اومد و اینا، گفت که میتونم توی الفبا چاپ بکنم ولی حیف است این باید مستقل چاپ بشه، و ساعدی کتاب رو برد به آقای پوروالی داد. آقای پوروالی هم کتاب رو خوند و اونم خیلی خوشش اومد در هر صورت، و گفت ما این رو چاپ میکنیم و خودمون 300 عدد از شما میخریم و برای آبونمان هامون میفرستیم. ما هم که خیلی خوشحال از این داستان، دانشجویی که به اصطلاح با این پیشنهاد دیگه مجبور نیست که مخارج چاپ این کتاب رو بده و اینها، خوشبختانه آقای پوروالی این کتاب رو چاپ کرد، 300 نسخه‌ش هم از ما خرید و این کتاب برای ما اولین کتابی بود که نه تنها ضرر نداد بلکه پول تو جیبی دانشجوی ما رو هم یک کمی به اصطلاح چرب و چیدی تر کرد. حالا من از خودم تعریف کردم، آقای آشوری واقعا معذرت میخوام، شما خودتون از من تعریف کردید، نوشتید حتی جایی، من تقصیر من نیست، ببخشید. خیلی مشکله که آدم در حضور یک دوست راجع به همین دوست بخواد صحبت بکنه، خودش راجع به خودش بتونه صحبت بکنه، هیچ مسئله ای نیست. چرا؟ ولی در حضورش یا باید طوری باشه که خجالت زده بشه یا من خجالت زده بشم. به همین دلیل سعی میکنم که وارد جزئیات نشم. مقدار زیادی از مطالبی هم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم خود ایشون گفت، بنابراین من اونا رو فاکتور میگیرم و سعی میکنم که صحبتام خیلی طولانی نباشه که خسته بشید. ما همه آقای جلالی رو به عنوان شاعر میشناسیم و شاعری پرکار و ذوالفنون، ولی بعداً توضیحش رو خواهم داد. وقتی که به لیست کتاب‌هایی که ایشون چاپ کردند یا در انتظار چاپ دارن نگاه می‌کنیم، واقعاً می‌فهمیم که کمتر گوینده و شاعری داریم که اینقدر مطلب به چاپ رسونده و در صف چاپ داره. چون به عنوان شاعر میشناسیمش، اکثر کاراش هم اشعاره، سروده هایی است که ایشون به چاپ رسوندن و یا به چاپ خواهند رسوند که در قالب های مختلف در اوزان مختلف از ادبیات شعر کلاسیک قرار داره، شامل قصیده، ترانه، غزلواره، مثنوی و منظومه است. تا اونجایی که من یادم هست و به خاطر دارم، نخستین کتابی که ایشون به چاپ رسوند یک مجموعه شعر بود با ادای احترام به ده خدا، و از ده خدا تضمین کرده بود عنوان کتابش رو، یادار ز شمع مرده یادار، که نشون میده چقدر به پیشکسوتان ایشون علاقمند هستند و مدیون. کلن اشعار آقای جلالی رنگ سیاسی داره که خالی از طنز و هزل نیست. حالا از دوست عزیزم، از همکلاسی سابقم، دوست همیشگی که در اوتلو در سرزمین عجایب هم در خدمتشون بودیم و نقش اوتلو رو ایفا میکردن، آقای میرعلی حسینی تشریف بیارن و یک شعری که خودشون از نوشته های من انتخاب کردن رو براتون خواهند خوند. شعر انتخاب خود ایشون دوست عزیزم آقای میرعلی حسینی هست. با درود بر شما در کنار دوستانی که نیم سحر رو از نقطه نظر ادبی بهتر از من میشناسن، من کلامم گویا نیست بتونم بیشتر از اونا بگم. من فقط میتونم بگم که من اینقدر شعر نیم سحر رو دوست دارم که
یا هر از گاهی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارم یا لایک میزنم یا براش با صدای خودم میخونم ببینم که درست فهمیدم شعرش یا نه. یکی از شعرهایی که بسیار با مسماست برای نسل ما خودکشی ایرانیان، من اینقدر دوست داشتم که به لطف نیم سحر اینجا الان براتون فقط میخونم، امیدوارم که اشتباه نکنم در خوندنش. خودکشی ایرانیان. خاص با عام خودکشی کردیم، از روی بام خودکشی کردیم، در فضایی پر از خشونت و قهر، نرم و آرام خودکشی کردیم. دام ما بود خام فکری ما، بسته در دام خودکشی کردیم. بعد سرانجام بود وعده دین، که سرانجام خودکشی کردیم. کاروان را به راه زن دادیم، خود به فرجام خودکشی کردیم. عقل ما رهن جاهلیت بود، بهر اسلام خودکشی کردیم. کس نگوید چرا چنین افتاد، که چنین رام خودکشی کردیم. گوی از ترس حکم قاضی شهر، پیش از اعدام خودکشی کردیم. یاز وحشت که او به کشتن ما کند اقدام خودکشی کردیم. با چنین ننگ چون کنیم که خوش، با چنین ننگ چون کنیم که خوش، فارغ از نام خودکشی کردیم. نیم سر. خیلی ممنون. پیروز باشی. تشکر میکنم از دوست عزیز نازنین خودم آقای میرعلی حسینی. تشریف بیارن. Thank you.
فردای بهتر. برگرد خود پرگارسان خط مدور می کشم، وانگه به دام خیشتن آه از جگر بر می کشم. افتاده بیرون از کران و از راهیان کاروان، چون مرغ دور از آشیان بر هر دری بر پر می کشم. آن سو تر از دیوارها، افسون تر از بسیارها، بی حاصل از پندارها، پندار دیگر می کشم. تنها تر از خیشم چنان که از خود نمی یابم نشان، زین روست که از فرش زمان پا را فراتر می کشم. غمنامه در دل می برم، منزل به منزل می برم، جسمی که بر گل می برم سنگر به سنگر می کشم. با این شب دیوان خو خورشید دارم پیش رو، طرح درخشانم از او بر لوح و دفتر می کشم. هر لحظه تا سر برکشم چون ساقعی در دانه ای، بر صفحه رویای خود نقش سنوبر می کشم. با نوبهاری در سفر همراه ابری بارور، بگذشته از کوه و کمر فردای بهتر می کشم. لانگ ماترنل. او voix qui rend présent ma langue maternelle, lumière de mon univers, essence de mon audace. Tu es ce que l'ennemi ne peut point me ravir. Je suis au-dessus de tout ennemi, puisque tu es avec moi. Tu es avec moi et je ne crains aucun exil. Ne t'en va pas, car avec toi, je suis moi. Sinon, je suis un autre. Ton essence pure et mes racines ont fusionné. سلام بر دوستان و حاضران در جلسه و درود فراوان بر دوست قدیمی و سخنور برجستم محمد جلالی چیمه. از اینکه نتوانستم در این جلسه حضور عینی داشته باشم از همه دوستان عذر می‌خواهم و سپاسگزارم از مدیران انجمن که پذیرفتند این مختصر را درباره شعر پرارج و دلانگیز میم سحر از راه دور خدمتتان تقدیم کنم. آشنایی من با محمد جلالی چیمه میم سحر به پیش از انقلاب برمیگردد. هر دو در آستانه انقلاب در پاریس بودیم. خاطرم هست در آن زمان شعرهایی از او در بعضی مطبوعات چاپ شده بود، اما هنوز دفتر شعری از او ندیده بودم. با انقلاب وقفه‌ای در دیدارهامان افتاد. پس از انقلاب دوباره همدیگر را در پاریس یافتیم. سحر با چاپ یکی دو دفتر شعر، به ویژه نمایشنامه منظوم حزب توده در بارگاه خلیفه در همان سالهای اول پس از انقلاب، نام‌آوازه‌ای پیدا کرده بود. می‌دانم که در آن سالها از یاران نزدیک غلام حسین ساعدی بود و در اجرای بعضی از نمایشنامه‌های او شرکت داشت. می‌دانید که او تحصیلات دانشگاهی تئاتری نیز کرده است. سحر یکی از ایرانیان انگشت شماری است که ذوق چندین هنر را یک جا در خود جمع کرده است. نکته اول، بسیار واقعا سپاسگزارم به خاطر این مراسمی که ترتیب داده شد توسط انجمن ورد و مرد در اینجا، به خاطر اینکه ما در انتظار افرادی که میخوان برن نباید باشیم.
و ثروتی طوری کردن از نظر ادبی و از نظر به هر حال فکری، اینها رو باید این عادت رو داشته باشیم، هر لحظه این رو یادآوری بکنیم و در واقع تلاش‌های بسیار مهمی رو که این افراد کردن رو به هر حال باید در واقع تقدیر داشته باشیم و اینها رو سپاس بگوییم. عزیزانی که اینجا هستن مانند آشوری، مانند نستور و مانند سحر، آقای مکی، بله مکی عزیزم، کوش مکی و یلپانی رفت البته و دانشور عزیز و دیگران و آقای ببخشید احمدی، عبدالوهاب احمدی که از مترجمین بسیار برجسته هستش و حدود شاید بیش از 21 یا 2 کتاب از فرانسه به فارسی ترجمه شده و کسانی که در عرصه دموکراسی، لایسیته و این گونه مطالب مورد علاقه شون هستش به کتابایشون که در ایران ترجمه شده میتونن رجوع کنن. این نکته اول، دست شما درد نکنه. نکته دوم این که یکی از ویژگی‌های سحر تولید او هست، پرکاری او هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بسیاری از انسان‌ها تنبل هستند، سست هستند و زمانی که در واقع با همین قدرت جسمانی، با همین قدرت فکری که دارن، از موقعیتی که دارن و زمانی که دارن بهترین استفاده رو می‌کنن و سحر یکی از پرکارترین افراد فرهنگی کشور ما هست. میزان تولیدات در به هر مظرت میخوام صحبت از تولید میکنم، ولی میزان شعرهایی رو که او گفته و همچنین تمام مطالبی که عزیزان حسین گفت و همچنین رفیقمون منافزاده گفت که به جای خودش، ولی به هر حال شنیدید و دیدید که حجم کار سحر بسیار بالا هستش و این یکی از در واقع اموری هستش که ما باید بیاموزیم در خارج از کشور. این همه فرصت و این همه تولیدات کم